ریسکی انسان در کجا می شود؟ در روز ما عادت های غیر عادی پیدا شده است. بعضی هاش علامت به سوادی و بعضی از آنها باشد علامتی که دور از دین است. چند تا از این عادت های باطلانه را بر شما معلومات می دهیم. دوستان عزیز، شما در شبکه کاروانی عمر قرار دارین. با شما هستم ابو مدثر. اکومینیا پاستا برای بیماری پراستاتیت، برای خون گرفتگی، سمی اووان برای بزبلشوی و فربهشوی، فدزور کسانی که میخوان خودشان را خراب کردن، مز برای ساعت همخوابگی را دراز کردن، جوانهایی که میخوان ریش برارن و شخصانی که میسرشون میریزد، مینوکسیدیل شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و پس تا مترو دستکه ما بپول است. مثال شمعی که در روی چای ایستاده را بینند، میگویند که مهمان می آمده است، یا اینکه سفیدکی که در ناخونی هر یکی انسان پیدا می شود، میگویند این رزق انسان است. این سخنها و عادتها در اصل در لولی ها زیاد می شود. بین لولی ها هست یک سخنی باطلانه که این را همش می دانند. برای مثال آنها میگویند آدمانی که رزق روزیشان خوب است، آنها بر وقت خسته از خداوند ریسک می گرفته است. لولی ها در خواب مانده استند. در خسته نزد خدا می روند و به خدا گفته است که ما ریسک نداریم. و آنها خداوند جواب داده باشد که من به آدمان ریسک هایتان را تقسیم کردم. روید از همانها گیرید. ریسک هایتان را گفته باشد. استغفر الله. البته این سخن ها از قدیم است. به عقل انسان هیچ راست نمی آید. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که هر شخصیت سود خسته بیند، برای استعمال کردن، برای خوردن چیزی ندارد، رنگ رویش را جنج کند، او گویا که الله را غیبت میکند. و کسی که یک بای را برای بایگریش حرمت و احترام کرده لگن برداری کند، از سه قسم ایمانش یک قسمش میرود. گفته است با دقت همان انسان هایی که میگویند سحر چی میخورم، چگونه زندگی میکنم. با این آیت 31 سوره یونس نظر کنیم که چی گفته است. بگو که شما را از جانب آسمان و زمین روزی میدهد، آیا کیست که گوش و چشم ها را مالک باشد، یعنی خالقی گوش و چشم باشد، و کیست که زنده را از مرده بیرون آورد و مرده را از زنده بیرون آورد، یعنی حیوان را از نطفه و نطفه را از حیوان، و کیست که کار را تدبیر کند؟ خواهند گفت خدا هست. بگو آیا حذر میکنید؟ برای همین بچونین سخنهای باطلانه باور نکنید. یک جا روم، مال کشم، صدقه دهم، یا اینکه خودم را یک قیطرمه کنم، رزق روزیم زیاد میشود. البته این سخنها سخنهای باطلانه هست. پس به هر یک سخنهای باطلانه باور کرده حیات و ایمان خود را نسپاریم و شرک به الله نیاوریم. خداوند از همه ما و شما راضی باشد.